زدت پروردگار نمیخوری یه جوری تو با معامله تو به نظر این قصد یه وز خوش اومدید به قسمت دیگه از یکشن ویدیو های کانال خودتون فرشته لایف شیر هیپوپولوژیست و کاگان آلبوم نسخه میوزیک ویدیوش که امشب اومد بیرون لینک تو دیسکریپشن هست میتونید چک کنید موزیک ویدیو رو از کانال یوتیوب هیپوپولوژیست به جز اونی که کانال یوتیوب دلول اسنره تو دیسکریپشن هست کانال دلول کانال اسنره دو تا کانال مجزان اگر نمیدانید من یه جوری توضیح دادم که انگار همه میدونید چیه چک کنید اونجا رو پر از پادکست های رنگ و رنگ دیگه اگر فور گنگ ها رو با چی تو کامنت بریم سراغ شیر میوزیک ویدیو هیپوپولوژیست کاگان خب با یک روز فاصله نسبت به ورژن آدیویی که این ترک توی آلبوم ورژن آدیوی شیر تو آلبوم بود یک روز فاصله ویدیوش اومد بیرون حد اکثر استفاده رو توی رول اوت از پخش موزیک ویدیو از هایپ آلبوم انجام دادن احتمالاً ترک مهمتری از آلبوم است من صوتیش هنوز وقت نکردم بشنوم دیگه گفتم یه راست میام سراغ ویدیو قطعاً موزیک مهمتر و سینگل مهمتری از ترک های آلبومه میوزیک پرودوسر اشیکاگان بیت پرودوسر اشیکاگان و متینم سربراه شده به جای وی ای میذاره دیگه دیرکترز اکسترا دریمز دیرکترز چرا کالر گریدینگ داداش آها یوکی می نویسن کالر رو با او یو می نویسن کسی که نوشته یوکی بوده اهل یوکی پهلوانی برادرز کالر گریدینگ من بریم سراغ ویدیو این شیر چی برادر وارنر بروزی که دیگه بود دوش این شیر چی بود گرمی مرمی با اف جی داده آقا عمرشو دارم بچه معلم خیلی خوبه با اف جی گوزدار لاک شدی اشی کاغان اینگه دورو برشو نگاه میکنه بعد بالاشو اشی شو بری من بزنیم بعد اشکان کاغان گفت بگی بچه خوشگل خیلیه یعنی قشنگ خوشگل نهیدی تو زندگیت خوشگلترین آدمی که دیدی کاگان باشه نیاز به درمان داری واه داره محله ماشی فلوزی کلمه هاتی اون میزنه عربد لاتی میگه مال خیابونه بگو جدوله یا خیر باشم میگه نه میگم بده میگه لشه میگه پیه چی تو رفت میلیون دلار که یکی کالر گردیگه ویدیو خیلی باله میگه مال بعد تصویرها زمستونه چون کاپشن خیابونه بگو جدول یا خیر پر 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 باشم میگه نه میگم بده میگه لشه میگه پیه چی تو رفت میلیون دلار که یکی که خونده هر سالا دنبال علاقشه من موندم با رفت و شده برام زن و بچه تو دنبال چی بک فوکال با کیه اون مک فوکال ها یه بک فوکال بک فوکال های ملودیک داره دنبال علاقشه من موندم با رپ و شده برام زن و بچه تو دنبال چی که کلوفی کنی صدا تو یه تعصبی هیچی نمیگیره چشاتو مگه من میگم چی میگی توی موزیکاتو به پاپا می داره چیز داره به چیزا گیر میده اینه ماریو پوزو اینجا خیابونه نه پیام نور و حافظم میخونه از جک و جنده و فلان اینا داره میگه مگه من به تو گیر میدم که صداتو کلوف میکنی که تو به من گیر میدی که همش دنبال پولی و فلان زن و بچه تو دنبال چی که کلوف میکنی صداتو یه تعصبی هیچی نمیگیره چشاتو مگه من میگم چی میگی توی موزیکاتو به پاپا میدم یه روی لامبورگینی کاتو چقدر ته داره ره بیخیاله کیکو کر بخش صدا توی زن میشن نواله به چپ و من میشم تعدیل کیکو کلاب میشن اول به چپ بالا پخش صدا توی زب یاله کیکو کن پخش صدا توی زب میشن اول به چپ و من میشم تعدید ولی خوب نمیگزه ککو اون نزم ترسید چو دیدن دو کی داره تتو الانم این جام بچه ها ازم بترسید بترس کیونی تحته دارم کس خود میخوام اینم که پاس کنن اونایی که اون دور بهراد آرجی نمیشناسم دوکی اشیکاگان چرا جر شده شایان رک اون کم نمیشناسم
ترسید چو دیدن دو کی داره تتو. الانم این جام چاقی بدون زد و بند، تو خیلی شاخی من نمیترسم تو فهم. ادعای یه چیز حالا باشه به وید و بند، یکیه با ادعا به انسانیت و جمع. یه ادعای یه چیز حالا دادش لباس شروع که چرا میگم بعد جا پاس دادم، جای گیر دادنی پاس کردم، ببخش دست خودم نیست، لباس چروک، چون یه نفر رید یه زمانی به خودم که چرا انقدر تیشرت ها چروکه، از اون بعد بدون تیش با تیشرت چروک نیومدم جلو دوربین، شاید هم اومده باشم ولی خب سعیمو کردم، نهایت سعیم کردم که نه، به خاطر همین منم مامورم و معذور، یکی به من گیر داد درست شدم، منم به بقیه گیر میدم، میتونم به تو شونم بگیرن و حواله کنن به سمت چپ. باشه به وید و بند، یکیه با ادعا به انسانیت. میگه ادعا ادعاست، ادعا داشتن بده، چه ادعای انسانیت داشته باشی چه ادعای وید و بند داشته باشی، جفتش ادعاست، جفتش گندگوزی. ادعا یعنی گندگوزی دیگه، نه معنیش این نیست ادعا، معنی خب بکنم معنی که نه اصلا ربطی نداشت، همینجور ریدم گفتم اونو. ادعای یه چیز حالا باشه به وید و بند، یکیه با ادعا به انسانیت و جمع. داره محل ما شیر فلوزی کلمه هاتی، اون میزنه شیر فلوزی کلمه هاتی، اون میزنه بعد لاتی، میگه مال خیابونه بگو جدول یاقی. شیر دارم میدازم آچه شیر راست، اونقدر موثق و غیر موثق بودنش این یه قسمتش رو اونقدر مطمئن نیستم، یه قسمتش رو مطمئنم. شیر یکی از مهمترین عوامل تولید منابع استروژنه، خواهد شیر کم لاکتوز باشه، بدون لاکتوز، کم چپ پر چپ، کلن شیر گاو یکی از بیشترین منابع استروژن. استروژن هم یه هورمونی که وجودش برای مردا تو بدن مردا هست وجودش، ولی وجودش باعث عدم ترشح تستوسترون میشه، جلوی ترشح تستوسترون رو طی فرایند میگیره، فرایندش خود پیچیده است، گوش دادم نفهمیدم خیلی تخصصی بود، اینکه باعث ایجاد قدرت چربی میشه، قدرت چربی باعث جلوگیری از ترشح تستوسترون میشه. اون مهم نیست بقیه‌اش، دوکی بهتر خودش میدونه، ولی شیر هم کم کم متاسفانه باعث زندگی ها حذف کرد. قدیم میگفتن به خاطر ویجیتریان و به خاطر اینکه حیونا گناه دارن و اینا بذارید کنار، من اون موقع نذاشتم کنار، ولی آدم به خاطر خودش خیلی کار رو میکنه. جنگ شد؟ سره رو چجوریه داستانش؟ حال منش بد نشه بگفته رو دست رو داشتی، من یه پروپوفول بهش زدم این تا صبح دیگه اصلا تکونم نمیخوره، خیالت راحت. از چی؟ نمیخوره، خیالت راحت. از چی؟ که با صده چی بلند شد؟ چیزشه؟ اسکریپتشه؟ استوری بورده؟ برات خب این بود میوزیک ویدیوی شیری پاپولوژیست رو بیت کاگان، ظهور و چی میگن غلیان استعداد دیگری از این دو نفر رو داشتیم، استعداد بازیگری که لبریز بود در این دو نفر، خدایی با منزه بود موزیک ویدیوش، یکی از بهترین موزیک ویدیوهای، یکی از اول اینکه موزیک ویدیو کانسپچوال و اینجوری فیلم کوتاه‌تر و اینجوری روایت خطیدار رفاس خیلی نداریم معمولا، ولی خب توی اون من مثالش واقعا یادم نمیاد، حتما عرفان اونقدر داستان نداشت، داستانش یه رپ بتل بود که دیگه ول شد، یعنی انتها نداشت داستانش. صد قسم عرفان مثلا داستان داشت که برای اون زمان خوب بود دیگه، الان موزیک ویدیو خوبی حساب نمیشه. دارم فکر کنم ببینیم که چقدر موزیک ویدیو اینجوری روایت دار خطیه که مثلا آقا دزدی فلان مثال، که یه شبیه یه فیلم کوتاهی باشه که یه داستانی داشته باشه، موزیک ویدیو روی اون داستان بنا شده باشه. خیلی چیزی یادم نمیاد ولی دیدمشون، هر چی بوده دیدم، چشم منو گرفت، تصویرا باحال بود، کانسپت پیچیده نبود، این که یه درجه ای از فان بودن و یه مقداری هیومر و یه مقداری ما اسلحه پلاستیکی اون اسلحه خیلی اسلحه خفنی اونا رو گره زده بودن با یه داستان جدی خشن که مثلا اینکه رو خفت کنن و اینا، به نظر من
ببین اینجور پروژه ها جدی در آوردنش خیلی سخت، یعنی تو باید واقعا درد هالیوود در بیاری به خاطر اینکه انتظارا در همون حده، ولی اگر یک مقداری فان قاطیش کنی مثل همین اتفاقی که اینجا افتاده بود از جدیت اون قضیه، یعنی به یه چشم دیگه نگاه میشه اون ویدیو، یه جور دیگه برداشت میشه، یه جور دیگه قضاوت میشه. این موقع قضاوت اونقدر تو چارچوب سفت و سختی که برای موزیک ویدیوی جدی در نظر میگیری اینو در نظر نمیگیری، به خاطر همین اصلا بامزه‌ام کرده بودش کارو. این اونقدر جدی نبودن بچه ها، همونطور که توی موزیکاشون همونطور که توی کریرشون کلن پیش گرفتن این مسیر رو. موزیک ویدیو باحال بود، کالر گریدینگش خیلی جذاب بود، شاتای باحالی بودن. فقط سری بعد خواستیم کسی رو خفت کنید آجی با این ماشین یه مقدار درویشی تر و یه مقدار ماشین فروتنانه تری هم برید اوکیه. بازم من ایش سی بگم آجی، من موزیک یه سری موزیک ویدیو رو که میبینم، موزیک ویدیوهای غیر ایران، حالا تو همشون هم این حرف نیستا، ولی تو یه سری موزیک ویدیو یه سری شات واید اوپنر، یه سری شات که تقریبا به تو توضیح میده تو کجایی، میبینم عدم وجودش رو توی موزیک ویدیوهای رپ فارسی قشنگ هست. این موزیک ویدیو خیلی من انتظارشم شات چیز ببینم واقعا، به خاطر اینکه خود زدکان محیط آزادتری بود و خوشگل بود. محیط آزاد خوشگل معمولا تو ایران کم پیدا میشه که هم آزاد باشه هم خوشگل، و بتونی شات باز سری داشته باشی، یه جورایی نشون بدی لوکیشن محدود بود، نه که نشون بدی کجاست، حال و هوای اون منطقه رو نشون بدی، چون اکثرا کادر مدیوم و بسته است، خیلی حال و هوا رو نمیتونی درک کنی. مثلا این شاتایی که با رو ای تی وی بودن بچه ها، اگر یه ذره شات وایدتر ازشون داشتیم در حال رانندگی با اون ای تی وی خیلی به نظر من جذاب تر بود. حالا در صورت میگم در کل موزیک ویدیو جذاب بود به نظر من، سرگرم کننده بود و حرفای دوکی هم همون حرفای ماریو پوزو بود، به نظرم همین حرفا رو اونجا بهتر زده بود، ولی یه سری جوابیه بود به کسایی که یه سری حرفا راجع به اینکه موزیک های دوکی محتوا نداره و پی پول و نمیدونم سطحی و فلان و بیسار دغدغه من نیست و فلان و بیسار، یه سری از این یه جوابی بود به این ادعاها که همیشه بوده بین سایدهای اصلا بین سایدهای مختلف موزیک معمولا هست. تیشرت تن دوکی هم فکر کنم کلینیک ها. آره خلاص این کلکلام هیچ فکر نیست تموم شه. برای من الان دیگه واقعا جذاب نیست. الان که دیگه همه دارن میفهمن موزیک لزوما وظیفه خاصی نداره که مثلا جامعه رو باید درست کنه و فلان اینا. مخصوصا تو رپ فارسی هم که باز 99% آدما میدونن پول همه چیزو درست میکنه، خیلی چیزا رو حداقل درست میکنه، دیگه اینکه به یکی گیر بدی تو داری از موزیک پول در میاری به خاطر پول موزیک میدی، بسته بودن خودشو فقط داره با این موضوع با این سوال با این گیر نشون میده. دیگه قدیم شاید میشد گیر داد، الان دیگه با ورود پول استریمینگ توی موزیک دیدیم چه پیشرفتی کرد رپ فارسی، دیدیم چه فعالیتی راه افتاد، چه فشفشی ماجی تو کبرایی آجی فرشاد کوبرا لایف، دیدیم چه فشفشه ای تو پاچه ای آرتیست ها روشن، این بده بار منویه بده، دیدیم چه آب و تابی افتاد رپ فارسی، چه فعال چه پویایی افتاد به جون رپ فارسی، چی بهتر از این دیگه. این گیرا واقعا نشوننده ابله بودن گیردهنده است به نظر من. تبدیل تجربه اولین بار دیدن موزیک ویدیو جالب بود، خیلی تاپ تاپ و اینا نبود. میگم من به نظرم از این حرفا از این کانسپت تو ماریو پوزو بهتر خونده بود، بهتر نوشته بود دوکی، ضمن اینکه من شاه بیت جذاب اونقدر روی این ترک نشیدم، ولی وای به ترک باحال بود، موزیک ویدیوش جذاب بود و همین. شما تعبیر تجربه هفتم، چون موزیک ویدیوی باحالی بود هفتم، ولی این موزیک تکیش بود یه مقدار مثلا از دوتا موزیک دو و سه آلبوم کمتر بود تعبیر تجربه. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک ریاکشن ویدیو، اگه دوست داشتید ویدیو رو، اگه دوست نداشتید فورگان یادتون نره تو کامنت یه دونه زونگ بغل سابسکرایب گذاشته شده، اگر دوست داشتید از آپلود ویدیوهای بعدی مترشی روی زونگ فشار بدید. یه فکت داشتم که یادم نمیاد، خیلی کمکتون میکرد، متاسفانه باید بدون کمک من برید فعلا تا یادم بیاد. تا ویدیوی بعدی فورگان.